اسلام حقیقی منظومه از باورهای مطابق با واقع اخلاق نیکو و احکام سنجیده و آدابی ساده و آسان و مایه سلامتی آرامش خاطر انتظام احوال و رشد و تعالی مادی و معنوی انسان هاست اسلام عزیزان دینی است که ظرف 23 سال از یک قوم بدوی و وحشی که عهد شکنی، خیانت، ظلم و زور و زنده به گور کردن دختران خردسال خود رو مایه افتخار میدانستند یک ملت متمدن ساخت و در پرتو آموزه های اون بهترین انسان های تاریخ بشر شکل گرفتند دعوت مردم به مبارزه با جهل و هوس و تاغوت ها و حرکت بر محور پرستش خدای یکتا و تلاش برای رشد اندیشه ها و تسکیه نفوس انسانها از رضایل اخلاقی و بر قسط و عدل و توسعه فرهنگ نودوستی و احسان از جمله آرمانهایی که اسلام به عنوان وظیفه فراروی پیروان خود قرار داده است بنابراین اسلام در پرتو دعوت مردم به پرستش خدای بی همتا سلامتی و امنیت رو بر پهنه گیتی می و به حق پاسدار کرامت انسان و مدافع حقوق بشر است اما همان گونه که آب رودخانه از سراب تا پایاب از مسیری طولانی و پرپیچ و خم عبور می کند و در طول مسیر از زمینهایی با بافتهای گوناگون میگذرد و آبروفتهایی را به همراه میاره همچنین پسابهای کشاورزی و صنعتی روستایی و شهری بر اون افزوده میشوند و آب رو آلوده می کنند به طوری که آبی که اصولا مایه حیات است بدل به مایه مرگبار میشه رودخانه اسلام هم در بستر 1500 ساله زمان به سرزمین های مختلفی پانهاد است و با فرهنگ ها و تمدن های گوناگونی برخورد کرده است و در این رهگذر مدعیان دیانت و خلافت و حاکمان جور آموزه های فراوانی از اسلام رو دگرگون یا حس و به کناری گذاشتند و آلاینده های از هوا و هوس و دنیا تلبی و تزویر و سیاست را بر اون افزودن مخالفین، منحرفین، بدعتگزاران و هیئت‌های حاکمه از مظاهر و شعائر اسلام پلی برای مقاصد شوم و پوششی هیلگرانه برای توجیه جنایات ننگین خودشون و ابزاری برای فریب توده های مردم ساختند عقاید بی اساس و خرافی فراوانی بین مردم نشر دادند احکام الهی و آیات قرآن کریم بر غیر مراد حضرت حق حمل می شوند به طوری که کمتر اصل و فرعی از اسلام وجود دارد که در گذر زمان مورد سوء استفاده اهل سیاست و حاکمان جور واقع نشده باشد از طرف دیگه عزیزان پر واضحه که علماء امت هر چند ساله و با تقوا هم بوده باشند از خطا و معصیت و صحب و نسیان و اشتباه مسون و معصوم نبوده و نیستن و تباه شدن یا تغییر یافتن برخی از معارف و احکام الهی از ناحیه اونها اگرچه غیر عمدی هم بوده باشه محال نیست بهترین شاهد این مدعا وجود مذاهب گوناگون و اختلافهایی هست که از دیرباز تا کنون بین فرق یهود و نصارا و همکنون در بین فرق مسلمین وجود دارد تشکیل فرقه های مختلف نتیجه استبداد هیئت های حاکمه منفعت پرستی و لذت خواهی سروتمندان و در نهایت بدعتها و برداشتهای گوناگون علمای دینی از معارف وحیانی و شرایع آسمانی است به علاوه در طول تاریخ نوابق و دانشوران حقیقی همواره منزوی بودند و مشتی عالم نمای دنیا طلب به تبیین معارف وحیانی می پرداختند و برخلاف انتظار بیشترین انحراف بیشترین سفسته و مغلطه در این زمینه به وسیله همین روحانیون رسمی و مفسران و محدثان وابسته به جباران و عالم نمایان دین فروش به عمد و از روی آگاهی اتفاق افتاده است بنابراین آموزه های دین اسلام هم به مرور زمان در حرکتی خزنده و نامحسوس با خیانت برخی از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و علی و سلم و به توسط خلفای جور و زمامداران خودسر بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس و غیر اونها و حتی علمای دین ولو به غیر عمد دگرگون شده است به گونه ای که امروز اسلام به صورت یک مشترک لفظی در آمده است که قابل تطبیق بر مصادیق متفاوت و حتی مصادیق متضاد از این جهت این سوال پیش میاد که کدامین اسلام دین حقیقی و کامل و پاسخگوی همه نیازهای انسانها تا پایان جهان هست ما معتقدیم چنان که عقل به واسطه خطا و لغزشی که دارد نمیتواند مردم را از پیامبران خدا علیهم صلوات الله بینیاز بکنه همچنین وجود علمای دین در میان امت و فعالیت دینی و تبلیغی اونها هم مردم رو از وجود حجت خدا و امامی معصوم علیه السلام مستقنی نمی کنه. لذا باید آب را از سرچشمه گرفت و خالص اسلام و زلال معارف الهی و آموزه های رهایی بخش نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو از شخصیت های عقص کرد که همه ویژگی های پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم به جز نبوت و رسالت رو دارا باشند. یعنی کفایت های داشته باشند که اون بزرگواران رو شایسته جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و و سلم و لایق پاسبانی از دین حق و هدایت و اداره خلق و اقامه قسط و عدل بکنه خب این خصیصه‌ها ها چی هستند باید از اون شخصیت ها دارای علم لدنی و آگاهی خدادادی باشند تا بتونن حقایق دین خدا رو با همه ابعاد و دقایقش برای مردم بیان کنند و با جهل یا ناآگاهی خودشون دیگران رو متزلزل یا گمراه نکنند و شرایع الهی رو نابجا و بر غیر مواضع حقش حمل نکنند و بر غیر مراد حضرت حق جلت اسماعوه تغییر ندند باید دارای ملکه اسمت باشند تا تحت تأثیر وساوس نفسانی و شیطانی واقع نشند و مرتکب خطا و سه و نسیان و اشتباه در ابلاغ معارف وحیانی و شرای آسمانی یا اجرا و تطبیق آنها نشند باید حافظ حریم دین حق باشند و دین خدا را از تهاجم بیگانگان و دست برد بدعت گذاران و تحریف های عمدی و غیر عمدی حراست کنند همچنین باید دارای ولایت تکوینیه باشند تا همچون پیامبران خدا علیهم صلوات الله بتوانند به اذن الهی در نظام کائنات تصرف کنند و قدرت اونها محدود به ابزارهای طبیعی نباشه و کرامت و کارهای خارق عادت از اون بزرگواران صادر بشود و بدین وسیله حقانیت و برتری خودشون رو به اثبات برسانند باید دارای ولایت تشریحیه باشند تا بتوانند نیاز بشر به حکم خدا در خصوص فروع نوپدید و موضوعات جدید رو به نحو صحیح و بدون شک و تردید پاسخگو باشند باید دارای ارتفاع جوهری و در جمیع فضائل علمی و عملی از جمیع خلایق برتر و بالاتر باشند باید دارای مقام شفاعت باشند و به اذن الهی در ابعاد مادی و معنوی دنیوی و اخروی واسطه فیض حضرت حق به خلق خدا باشند همچنین در صورت مساعد بودن شرایط اجتماعی متصدی امر قضاوت و حکومت و تدبیر امور جوامع انسانی بشن و قوانین اجتماعی اسلام رو به موقع اجرا بگذارن و حق، عدل، احسان و امنیت خاطر و انتظام احوال رو بین بشریت گسترش بدن این بزرگواران باید از سوی خدا به اسم و شخص و نص سریح به عنوان امام و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تعیین شده باشند این اشخاص هستند که قابل اعتمادن و به عنوان سرچشمه معارف وحیانی و شرایع آسمانی ما میتونیم روی اونها تکیه بکنیم طبیعیه چون آگاهی مردم محدود و این خصالی که به اونها اشاره کردیم نشانه ظاهری ندارند که برای عموم مردم قابل تشخیص باشند لذا تعیین امام برای مردم یا جانشین برای حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وظیفه مردم نیست بلکه امامت همچون نبوت و رسالت منصبی الهی است و همون گونه که نبی و رسول رو خدا تعیین میکند و انتصاب به این مقام موقوف و مشروط به انتخاب و رأی مردم نیست امامت هم منصبی الهی و تابع تشریع و تعیین الهی است و رأی مردم در تعیین امام و مشروعیت امامت تأثیری ندارد حتی شخص پیامبر اعظم صلی الله علیه و علیه و سلم هم نقش استقلالی در تعیین جانشین خود نداشتند بلکه در مواضع متعدده از جمله در قدیر خم به امر الهی مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به اسم و شخص به عنوان جانشین بلافصل خودشون تعیین فرمودن ائمه هدا علیهم صلوات الله نه تنها واجد کفایت هایی هستند که به عرض شما رسوندم بلکه دارای صده ها فضیلت دیگر هم هستند که در اهدی جز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیده نمیشه از این جهته که امامت امت و زمام امور دین و دنیای مردم به اون بزرگواران سپرده شده است و اساسا کسی غیر از اون بزرگواران لایق و شایسته اداره امور عباد و بلاد الهی و قادر به اقامه قسط و عدل به مفهوم تام کلمه نیست قرآن کریم در این رابطه میفرماید و جعلنا هم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتا از زکاه و کانو لنا آبدین به عبارت دیگه اگر کوشش های بیدریق ائمه هدا علیهم صلوات الله به عنوان جانشینان به حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به عنوان حافظان خالص دین خدا نبود از حقیقت اسلام هیچ چیز باقی نمی ماند در حقیقت مکتب اهل بیت اسمت و تهارت علیهم السلام خالص اسلام و دین کامل و رافع همه نیازمندی های ایدئولوژی که بشر تا انقراض عالم است از اینجا روشن میشه که چرا امامت نه به عنوان یک حکم فقهی فرعی بلکه به عنوان یک اصل اعتقادی مطرحه و در حقیقت تمامی دین به منزله پیکر و امامت ائمه معصومین علیهم صلوات الله جان اون به شمار میاد دین بی امامت ائمه ای هدا علیهم صلوات الله دین نیست و انسانی که تابع امام معصوم و تعیین شده از جانب خدا نباشد رو نمیتونیم مسلمان حقیقی بدونیم